بسم الله الرحمن الرحیم. با بحث اوپینه در خدمت شما هستیم. اوپینه چیست؟ نظر شبیه‌سازی با قابلیت‌های فراوان پیاده‌سازی الگوریتم‌های مختلف شبکه است. از قابلیت‌های این ارزه می‌توان به شیوه‌گرایی سلسله مراتبی بودن شرکت استفاده از این ارزه در دو بخش خلاصه میشه: نصب نرم افزار و راه اندازی نرم افزار. بخش نصب این ارزه داره مراحل مختلفی است که باید تغییرات در سیستم عامل نیز ایجاد کنه. برای ایجاد یک کنسول درون این نرم افزار نیاز به نرم افزارهای ویژوال استودیو 2008، 2010 یا 2005 داریم که تنظیمات هر کدوم از اونها متفاوته. خب برای اینکه نرم افزار کنسول خودمون رو به اوپینت بشناسونیم، باید بخش مای کامپیوتر پروپرتیز و بخش تنظیمات سیتینگ و انویرمنت وریبل بریم. در بخش دوم گزینه نیو رو میزنیم که شامل دو بخش نیم و ولیو هست. در هر بخش باید فیلد های مورد نظر با داده هایی که ما در اینجا داریم پر بشن. این داده ها که یک قسمت شامل نام عملکردیه که میخوایم انجام بدیم و قسمت دوم شامل ریشه نرم افزار کنسول ما. هر بخش رو طبق تصویر پر میکنیم و بعد با گزینه تایید از اون پنجره خارج میشیم. لازم به ذکر، در هر بخش باید سمیکالون در انتهای ریشه برنامه ما وجود داشته باشه. در صورتی که نرم افزارهای ما ورژن‌های متفاوتی داشته باشن، مثل ویژوال 2008 یا 2010 یا 2005، این ریشه های نرم افزار ما فرق میکنه، یعنی مسیرهای متفاوتی رو داره که ما در اینجا نرم‌افزار کنسولمون رو با ویژوال 2008 شناسوندیم. باید دقت بشه که حتما سمیکالون در انتهای مسیر وجود داشته باشه. بعضی وقتا مسیرهای ما چند تایی هستن که کل اون مسیرها رو که با سمیکالون از هم دیگه جدا شده در بخش ولیو قرار میدیم، مثل بخش اینکلود که الان دارم در بخش ولیو قرار میدم. بخش کتابخونه ما و قرار دادن همه فیلد های اون، بخش مسیرهای کتابخونه ایم سمیکالون رو باید بزنیم. مسیر اصلی برنامه در صورتی که از ویندوز های متفاوت هم استفاده میکنیم، این مسیرها میتونه فرق بکنه. مثلا بعد از پروگرام فایل x86 شاید قرار نگیره. برای اینکه از صحت مسیرهای نرم‌افزاری خودمون مطمئن بشیم، این مسیرها رو میتونیم توی آدرس بار بزنیم و در صورتی که خروجی بده مشخص میشه مسیر وجود داره، وگرنه یک جا از مسیر ما مشکل داره. مسیر ویندوز و آخرین مسیر با نامش خب با
گزینه تعیید از پنجره ها خارج میشیم و تزریق ریشه های برنامه مون رو به پایان میبریم. بعد از این مرحله نوبت به نصب برنامه اصلیمون میرسه. اوپینت شامل سه بخشه: خود نرم افزار، ادامه نصب و بخش لایبراریش. خود نرم افزار، ادامهش و بخش لایبراریش. البته در بخش آخر هم یه بخش کرک وجود داره که میتونیم این نرم افزار رو به دسترسی همگانی آماده کنیم. خب از گزینه اول که نصب خود نرم افزار شروع میکنیم. منتظر میشین تا فایل اجرایی برای برنامه شناخته بشه. شاید تو سیستم های مختلف این مقدار زمان برتر باشه. این مثلا یک محیط ویزاردیه، مشکلی نداره، ولی بعضی جاها که نیاز به توضیحاتی داره من توضیحات رو بهتون میگم. در این بخش میخواد یک کنسول از نوع سی پلاس پلاس تعریف کنیم. ما با گزینه یس تایید میکنیم و خارج میشیم. گزینه نکست رو میزنیم. نکست. در این بخش میخواد تغییراتی که اعمال کرده و فرآیندهایی که انجام داده رو به سرور منتقل کنه. نیازی نیست، ما از این گزینه عبور میکنیم. استاندارد انتخاب میکنیم. نکست. و اینستال نرم افزار. من مراحل برای شما کات میکنم که حجم فیلم بیاد پایین. گزینه داون انتخاب میکنیم. در ادامه نصب یعنی فایل دوم میپردازیم. این بخش هم مثل بخش قبلی باید فایل اجرایی برای ویندوز شناخته بشه. این مقدار لود طول میکشه. بعد از تمام شدن لود بازی محیط ویزاری در اختیار ما قرار داده میشه که مراحل کار مثل مراحل اوله، گزینه نیست و این استال انتخاب میکنیم. این مراحل هم برای شما کات میکنم تا حجم فیلم پایین تر بیاد. از گزینه داون استفاده میکنم و در بخش آخر که کتابخونه اوپینتو برای من ارائه میکنه نصب میکنم. بازی محیط ویزاری در اختیار ما قرار میگیره. گزینه نکست. مسیر پیشفرض، اینستال و کلید داون انتخاب میکنیم. خب نصب از برنامه اصلی تمام شد. ما میخوایم اونو کرک کنیم. یک سری فایل درون پوشه مورد نظر قرار داره. اونها رو به ریشه اصلی برنامه منتقل میکنیم. برای رفتن به ریشه اصلی برنامه، من ریشه اصلی برنامه قبلا نوشتم، ولی برای رفتن به ریشه اصلی برنامه میتونیم از یک کلید میانبار استفاده کنیم. روی خود برنامه کلیک راست بگیریم تا ما رو به بخش ریشه اصلی خودش هدایت کنه. Properties Open File Location. خب فایل ها رو منتقل میکنیم.
دسته دیگه قبول نکرد از کپی اسکیپ استفاده میکنه. خب فایل ها منتقل شدن. فایل مورد نظر make rc رو اجرا میکنیم .bat و بعد از اون کرک مورد نظر برنامه رو فعال میکنیم. اوکی و یک خوش آمدگویی برای کرک موفق برنامه داریم. نصب در اینجا به پایان میرسه. در این بخش هم با قراردادهای برنامه اوپینت که از دو تا ورژن مختلف، یعنی یک ورژن آزاد در دست محصلین و دانشجویان هست و یک ورژن به صورت پولی، امیدوارم که از این بخش